مطالعات فعلی انجام شده در مرکز ما مطابق با اصول بنیان‌گذاری این واحد است. محتوای دروس در قالب‌های مختلف تولید می‌شود. در کنار این ما در نظر داریم برنامه‌های فرهنگی و هنری را که طراحی کرده‌ایم، از ورزش تا ادبیات، از ادبیات گرفته تا موسیقی و سایر زمین‌های فرهنگی و هنر طراحی کنیم. علاوه بر مواردی که در حال انجام هستند، اهداف آینده ما به اشتراک گذاشتند. آنها به مخاطبان گسترده تر و از سال 2016 ما قصد داریم انتشار وب قبلی خود، یعنی آنچه در یوتیوب انجام می دادیم را بهبود ببخشیم. مرکز ما دارای یک استودیو و تجهیزات تلویزیونی حرفه‌ای است که ممکن است یک دانشجو حتی در زندگی حرفه‌ای خود آن را نبیند. این جنبه تحصیل برای دانشجو بسیار مهم است. بنابراین مطالعه در هر زمینه‌ای در محل پیش تولید، تولید و پس از تولید قطعا برای دانشجو مفید خواهد بود. بنابراین با تجربه‌ای که در اینجا کسب می‌کند، وقتی به بخش‌های ما با بازار مینابی می‌رود، اول از همه احساس بیگانگی نمی‌کند. بنابراین می‌توانم بگویم که سازگاری با زندگی حرفه‌ای او با تحصیلاتی که در اینجا فرا گرفته و کارهایی که در اینجا انجام داده خیلی دشوار نخواهد بود. مرکز ما همچنین به آموزش دانشجویان ما کمک می‌کند. بنابراین این یک فقط سیستم کار دانشجویی نیست. در اینجا درسی وجود دارد که اساتید گروه سینما و تلویزیون به دانشجویان خود می‌آموزند و این دستاوردهای بزرگی است. دانشجویان می‌توانند تمام مراحل هدایت و هماهنگی را در اینجا بیاموزند. علاوه بر این، همونطور که قبلا اشاره کردم، آنها می‌توانند کارهای عملی را نیز انجام دهند. در کل 3 استودیوی مجزا داریم. استودیوی اصلی ما استودیویی است که در حال حاضر در آن قرار گرفتیم که ما آن را 6 گوش می‌نامیم. ما اینجا آن را برای اهداف مختلف استفاده می‌کنیم. ما دیوار پلتفرم دیجیتال استودیو را داریم. ما صفحه سبز داریم که در آن فناوری گرین باکس استفاده می‌کنیم. در اینجا ما می‌توانیم هم محتوای دروس، مراحل استودیوی تبلیغات و فیلم‌های تبلیغات را هم پخش زنده را انجام دهیم. بنابراین ما به طور گسترده از این استودیو استفاده می‌کنیم. ما 2 استودیوی جداگانه در ساختمان روبرو زیر ساختمان دانشکده علوم ارتباطات سابق داریم. یکی از آنها تقریبا به یک اندازه دیگری استودیوم‌ها است که آنها به عنوان استودیوی جی بی استفاده می‌کنیم. در آنها ما عمدتاً به دلیل تجهیزات آنها برنامه‌های دستی را می‌گیریم. در کل ما می‌توانیم کارهای فرهنگی و هنری، سخنرانی‌ها، تبلیغات و قسمت‌های استودیوی مستند را در 3 استودیو مختلف انجام دهیم. من می‌توانم به دانشجویانی که می‌خواهند دانشگاه آنادولو را انتخاب کنند و در مورد آن فکر می‌کنند بگویم که وقتی به زندگی حرفه‌ای خود وارد می‌شوند، راحت‌تر می‌توانند با آن زندگی سازگار شوند. به خصوص برای دانشجویانی که در بخش ارتباطی و نزدیک تحصیل می‌کنند. همونطور که ما در مورد آنها صحبت کردیم، دانشجو وقتی زندگی حرفه‌ای خود را با تجربه‌ای که در اینجا کسب کرده شروع می‌کند، بدون مشکل سازگار می‌شود. از اونجا که این یک سیستم حرفه‌ای است، تصویری که با مراجعه به هر استودیوی تلویزیونی حرفه‌ای با ابزارهایی که در اینجا لمس کرده و تجربه کرده است، با آن روبرو خواهد شد. کما بیش یکسان خواهد بود. بنابراین هر قدمی که در اینجا برداشته می‌شود، برای او بسیار مهم است. با این حال ما همچنین می‌توانیم در مورد شهر برای دانشجویان خود که دانشگاه آنادولو را ترجیح می‌دهند صحبت کنیم. این بسیار مهم است که اسکیشهر یک شهر دانشجویی است. می‌توان گفت این یک شهر دانشجو پسند است که به دانشجویان کمک زیادی خواهد کرد. برای دانشجویان ما که در آزمون شرکت می‌کنند آرزوی موفقیت می‌کنم. ما از آنها استقبال می‌کنیم تا از دانشگاه ما فرصت‌هایی که ما ارائه می‌دهیم استفاده کنند.